پنجم، آزمون نخست در انفرادی. در سلول انفرادی هجوم افکار ویرانگر زندانی را مچاله می کند و آمادهش می کند برای بازجوها که با اعتناب روزهای تلخ انفرادی هر بلایی که می خواهند بر سر زندانی و خانوادهش بیاورند. در سلول انفرادی نه خودکاری هست، نه تلفنی، نه ملاقاتی، نه خود بازجو، هیچ. تنهای تنها در سلولی کوچک و سه وعده غذا برای آن که مبادا گوسفندان طویله ایشان از گرسنگی و تشنگی از پا درآیند. تابستان بود و از آب خنک زندان که میگویند به زندان برو تا آب خنک بخوری خبری نبود. مجبور بودیم آب گرم بنوشیم. نگهبانانی که غذا می آوردند و دارو می دادند و آشغال ها را در پایان شب جمع می کردند 8 نفر بودند. به جز یکی که پیر بود همه جوان بودند و حضرت آقایی. 2 نفرشان کمی مهربان بودند، ما بقی تلخ روی و تلخ زبان، و شیفت کاریشان 2-3 روز یک بار تغییر می کرد. من در سلول انفرادی گاه 1 ساعت 2 ساعت می نشستم و به تصویر قرنیزی مسیح می نگریستم که در حال شلاق خوردن درد می کشید و دم بر نمی آورد. رگه های قرنیز مسیح را به سلول من آورده بودند تا من با نگاه به چهره سرشار از درد او گرما بگیرم و خشم درونم را تر و تازه نگه دارم تا در روز مناسب همان خشم را پدکی کنم و بر سر نابکاران بکوبم. مسیح به من انگیزه می داد. به خود می گفتم مسیحی که اکنون تنش را به شلاق نابکاران سپرده نه به فکر مادر و فرزند و خیشان و کار و دانشگاه و شرکت و کارخانه و آبروی خیش است. او جان خود را برای آرمانش در یک کفه نهاده و به نابکاران میگوید شما نیز هرچی شلاق و تیغ تیز و شکنجه و ناسزا و ویرانگری دارید در کفه خود بگذارید. و می شنیدم صدای مسیح را که می گفت ای نابکاران، این منم مسیح، کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد. این شمایید که همه چیزتان را از دست دادید، حتی شرف و حیثیتتان را، وطنتان را، انسان بودنتان را. شما جانورید، هیولایید، از جانور جانورتایید که حتی سر به زندگی خصوصی یک متهم فرو میبرید و زن و بچه و کار و زندگیش را در هم میدوزید تا از او به زور اعتراف دلخواهتان را بگیرید. تماشای چهره پردرد مسیح آتش فشان درونم را میگداخت و مرا از پایداری پر میکرد. من روزی که به مشهد رفتم اتومبیلم را در پارکینگ فرودگاه مهرآباد پارک کرده بودم و کلید و کارت اتومبیل پیش من بود در زندان و خانواده‌ام از آن بیخبر بودم و زمان می‌گذشت و من هرچه به نگهبانان می‌گفتم یک جوری کلید و کارت اتومبیلم را به خانواده‌ام بدهید، می‌گفتند تا کارشناست مشخص نشود نمی‌شود. منظورشان از کارشناس همان واژه همیشگی بازجو بود که بازجوها بسیار دوست دارن آنها را کارشناس صدا کنند، نه بازجو، چون بازجو با شکنجه‌گری همراه است و کارشناس با ادبیات آکادمیک. اتومبیل در پارکینگ به جای خود، 3 تا از کارت‌های بانکی من با رمزهایش در زندان وکیل‌آباد جا مانده بود، چرا که ناگهان ما را از سلولمان در زندان وکیل‌آباد بیرون کشیده و به سلول‌های اطلاعات برده بودند و کارت‌های بانکی من که 20 میلیونی در آنها پول بود در زندان وکیل‌آباد جا مانده بود و کسی از من سراغ نمی گرفت و بازجویی هم خودش را نشان نمی داد تا فکر اتومبیل و تمام با زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی می باشد. تا فکر اتومبیل و کارت های بانکی به کلم می افتاد، من با نگاه به چهره مسیح در حال شلاق خوردن 2 تا گور پدر نثار اتومبیل و کارت های بانکی هم می کردم و به خود می گفتم به مسیح بنگر و تلاش کن وارد فکر او شوی تا ببینی آیا او نگران اتومبیل و کارت های بانکی خیش هست یا نه. و بلا فاصله به خود می گفتم شرم کن محمد، تو که در این راه از جان و مال و آبرو و خانه
خانوادت گذشته ای، پس این نگرانی از اتومبیل پارک شده و کارت های بانکی از دیگر چیست؟ پس از این پرسش از خودم که نه، از مسیحی که شلاق میخورد و با تیزی شلاقی که میخای سرکج داشت تکه های پوست پشتش به اطراف پاشیده میشد خجالت میکشیدم. به یاد استاد مرحوم مهندس عباس امیر انتظام افتادم که در 3 سال انفرادی همراه با شکنجه در دوران خلخالی و لاجوردی قاتل نه مال و ثروت فراوانش را دید و نه خانوادهش را، و بر نه خیش پایداری کرد و 28 سال زندان را تحمل کرد. و به یاد چندین هزار زندانی بی پناه افتادم که در پستوهای همین درندگان اطلاعات و سپاه از هم دریده شده بودند و هیچ نامی نیز از آنان در میان نبوده و نیست. پس اتومبیلم و کارت‌های بانکیم رفتند و گم شدند تا من با دردهای مسیح حال کنم و خشم بر خشم بیفزایم و روز شماری کنم روزی را که در برابر بازجو یا بازجویان نشستم و دارم زیر و بالای نظام مقدسشان را و بیت رهبریشان را و سپاهشان را و درندگی هایشان را به هم می دوزم. دست هایم را دور دهان گرد می کنم و رو به بیت رهبری فریاد می کشم: آسد علی، از خلخالی دروگر و قاتل چه خبر؟ محمد نوریزاد، 20 خرداد 99.